سلام به بینندگان عزیز گرامی که دارن صحبتهای من رو گوش میدن. ممنون میشم. من مادر حسن هستم. حسن الان 19 سالشه. به دنیا آمدن حسن در اثر کمبود اکسیژن، وقتی که حسن به دنیا آمد سیاه به دنیا آمده بود، خیلی با مشکلات تنفسی بوده دیگه. که ما تو بیمارستان مفید بستری بودن، اونجا با هزاران مشکل ما برخورد کردیم و اصلا اینطوری این تشنج میکرده، یعنی در حالت عادی تبم نداشت، تشنج میکردن. بعد دیگه در طی این چند سال دیگه خیلی خیلی به مشکل برخورد کردیم. بعد شبا اکثرا حسن یعنی یک ساعت هم نمیخوابید بعد از به دنیا آمدنش، تا این به 6 سال به 7 سال طول کشید، یعنی شبا همش بیدار بوده. بعد بیقراری خیلی شدید، دست خیلی زیاد میزد، سرش خیلی تکون میداد. بعد دیگه برات بگم بعد از اینکه از بیمارستان آوردیم، حسن به صورت یه تیکه گوشت بوده، یعنی تا دو سال سه سال نه رشد داشته. 3 ساله به اندازه بچه 6 ماهه بوده، این تیکه گوشت بوده همش کنار حال مثلا تو اتاق همینطوری، نه سرش میتونست نگه داره گردنشو، نه اینکه نه تعادل دستش اینطوری بوده، حتی این شیشه قدری هم حسن نمیتونست بگیره تو دستاش. همه کاراشو خودم انجام میدادم، خورد و خوراک و اینا. از اون به بعد که ما داروهایی که آقای دکتر وزیر تباره که گرفتیم، حسن روز به روز بهتر شده. یعنی آقای دکترم به من هیچ امیدواری نداده بود، چون گفت CP خیلی شدید بوده بیماریشون. آقای دکتر گفت یه دوره فکر نکنم بچه‌تون مثلا بهبودی پیدا کنه اینا. بعد دیدم که نه، داروها رو که خورده هر روز به روز دیدم شبا خوابش خیلی بهتر شده، سر تکون دادنش خیلی کمتر شده، حواسش بهتر شده. بعد دیگه خانواده رو بهتر شناخت، دختر خاله‌هاش و مثلا دایه‌هاش رو دیگه احساس جسمی تغییراتش خیلی بهتر شد، هم قد کشید، هم قوای بدنش خوب شده. و پاش به صورت چوب کبریت بود، از بالا تا پایین به صورت چوب کبریت بوده. الان پاهای سمت بالا خیلی خوب شده، پای پایینش هم یه کوچولو مایچل زده. بعد حالا حسن دوست داره مثلا وقتی که مبل میگیره دوست داره مثلا سرپا بمونه، مثلا صندلی رو بگیره یه کوچولو سرپا میمونه. دو تا پله‌ها رو الان قشنگ میره رو تختم، الان رو تختم میره خودش میاد. در اتاق خواب که می‌بستیم نمیتونست در رو باز کنه، ولی الان در اتاق خواب رو به راحتی باز میکنه، خودش میاد بیرون. بعد دیگه سر تکون دادنش الان خوب شده، خوابش خیلی خوب شده. بعد جویدنش که همش هر چیزی قورت میداد حسن، الان الحمدلله مثلا یه کوچولو داره جویدنش رو بهتر شده. قبلا هر چیزی رو مثلا سیب هم توی میدادم قورت میداد، موز هم توی میدادم قورت میداد، برنج هم توی میدادم قورت میداد، نون هم همین. بعد اشتهاش هم خیلی بهتر شده دیگه. الان دعواش میکنه مثلا گریه میکنه، قبلا اصلا اشکش در نمیومد. زمانی که داروها رو مصرف میکنه نسبت توجهش خیلی بهتر شده، چه مهمان که میاد مثلا میشناسه، مقدار درکش بیشتر شده. و تا چه زمانی هم که میخوام مهمان بره حقا مثلا نزدیک رو میشناسه،
تا دم در میره و در که بسته میشه میره در و خودش باز بکنه. بیان یه موقعی هم خودکن میره سمت در اتاقها تصویره رو میگیره باز میکنه. میخوام بریم بیرون و تو راه رو میره و قدرت بدنیش هم جسمانی و بدنیش قوی تر شده. پسرم سی پی 90% یعنی 100% بوده، یعنی اصلا هیچ نه حواسی داشته نه قدرت بدنی، خیلی ضعیف، خیلی یعنی تمام یعنی سرتکون دادنش و بعد خیلی بیماریش خیلی شدید بوده، بعد پاهاش خیلی خوب شده، قوای دستش خیلی خوب شده، قدم کشید، قوای بدنش هم که خیلی عالی شده، یعنی اصلا حسن چاق نمی شده، یعنی خیلی خیلی اسکلت بوده. حالا الحمدلله دارویی که مصرف کردیم بار اول من نتیجه دیدم، داروهاش خیلی خوب بوده، الان نزدیک یه ماه خوردی دارو هستش، ولی الحمدلله خیلی بهتر شده حسن. بعد انشالله ما میخوام برای دوره دوم هم میخوام برای آقای وزیر تبار زنگ بزنیم که داروی دوم هم برای حسن جان بفرستم. این داروها خیلی اثر داشته برای اینطور بیماریه که پسرم، یعنی تمام دکترای توی تهران خیلی دکتر بردم، پیش پروفسوران بردم، خیلی به من هیچ اینجوری نمیگرد، گفت هر موقع میبردم میگفت که بچه دیگه همینه. ما دوره دومم بازم از آقای دکتر میخوام که داروهاشو برای ما بفرستن تا زمانی که بهبودی پیدا کنن. اعتقادم به آقای دکتر خیلی زیاده، همیشه امید به خدا دارم که بچه‌ام خوب میشه. می‌گردم به حضور شما. من از آقای دکتر خیلی تشکر میکنم که برای این نوع بیماری‌ها و داروهایی که دارم روش کار میکنم انشاءالله بیشتر به ثمر برسه و برای کمک کردیه بچه هایی که کلن مریضی هایی که با این دارو اون زحمت میکشن انشاءالله که به ثمر و بهتر و بهتر بشه. من تشکر میکنم از آقای دکتر وزیر تباب و آقای دکتر پروفسور دراپا که زحمت دارن میکشن از راه دور. دست آقای دکتر و آقای پروفسور هم میبوسم صمیمانه، قلبا خیلی دارن زحمت دارن میکشن، دستشون هم درد نکنه که شبانه روز دارن زحمت میکشن برای داروهایی که برای هر نوع بیماری که تا الان که به دست هر بیماری که رسیده راضی بودن. یعنی الان مثلا چند تا فامیلای شما من معرفی کردم، یعنی خیلی، یعنی اون هفته که من زنگ زدم دیدم که میگن داروها خیلی خوب بوده، خیلی عالی بوده، که خانمش هم گفته که منم باید از زنگ بزنم. اونم بیماری اینجوری داشت که از آقای دکتر داروهاشون رو بگیرن. و تشکر از آقای دکتر وزیر تبار و پروفسور دراپا تشکر میکنم. هرچی تشکر بکنیم آقای دکتر خیلی کم گفتیم، یعنی از کارهای از داروهاتون، از کارهایی که از محبتتون، این از همه مهمتر دیگه صمیمانه تشکر میکنم دیگه. انشالله دیگه میسپاریم به خدای بزرگ.